درود بر شما عزیزان. فصل 2 فیزیک 3 رو در کارگاه نکته و تست با تستای زیادی شروع کردیم. نکاتی که مربوط به نیروهاست، قوانین نیوتن، نیروی گرانش، نیروی کشسانی، نیروی کشش و و مطالب دیگه‌ای که شما در برنامه‌هایی که اینجا انتخاب کردیم مشاهده می‌کنید. امیدوار هستیم که از این برنامه لذت ببرید. درود بر شما. عزیزان، تستی که انتخاب کردیم تست 29 باز درباره مقاومت هواست. فقط حسن این کارگاه نکته و تست اینه که بچه‌های عزیز گاهی اوقات تست‌ها به ظاهر شبیه هم هستن ولی مفاهیم متفاوتی دارن. این سوال هم نگاه کنید، میگه جسمی از ارتفاع 36 متری سطح زمین رها میشه و پس از 3 ثانیه به زمین میرسه. میگه اگر شتاب حرکت ثابت فرض بشه، اندازه نیروی مقاومت هوا چند برابر وزن جسمه. نگاه کنید. خب موقعی که پایین میاد، بچه عزیز، جا به جاییشو داده، دلتا ایگرگشو داده 36، زمانش هم داده 3 ثانیه. خب من با این جا به جایی زمان از حال سکونم که خب گفته و صفر صفرم هست، میتونم شتابو پیدا بکنم. دلتا ایگرگ ما میشه 1/2 آ2. چرا ژ نذاشتی؟ برای اینکه مقاومت هوا وجود داره. اینو داریم 36، 1/2 آ رو نداریم، اینم که شد 9، 3/2 ساده میکنم، پس ای میشه چی؟ این میشه 4 تا ضرب در 2 میشه 8 متر بر مگزیر ثانیه. خب حالا اندازه نیروی مقاومت جسم داره کجا میاد؟ پایین. مینویسم MJ منهای F مقاومت هوا مساوی با MA. خب این F رو میبرم اون طرف، پس F میشه MJ منهای MA. این F برابر با MJ. خب میتونم MJ رو 10 فرض بکنم چون حالا MA ندارم. میتونم بنویسم MJ منو 10 منهای 2. آره بچه ها، عذر میخوام، 8 شتاب 8 بود، میشه 2M. درست؟ خب حالا نسبت F رو به W میخوام. W یعنی وزن. F همون شده 2M. اینم که میشه MJ. MA ساده میشه 2/10. یعنی 1/5. پس این نسبت نیروی مقاومت به وزن میشه چی؟ 1/5. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بعد همونطور که میبینید گزینه 2 جواب صحیح ماست. یه سوال متفاوتی بود، شبیه این یه دونه داشتیم که ارتفاع 30 بود، زمانم 3 بود، ولی اون یه چیز دیگه خود نیرو مقاومت رو میخواست، اینجا نسبتش رو خواست. سوال 30 هم باز یکی از تستای مربوط به آسانسور سوال خوبیه. ما سعی کردیم تمام مطالبی که مربوط به آسانسوره اینجا براتون با نکات ویژه‌اش عنوان بکنیم. این سوال هم نگاه بکنید، میگه نمودار سرعت زمان آسانسوری که از طبقه سوم یک ساختمان و از حال سکون به سمت پایین، حواست باشه اینا رو دقت نکنی سوالو باختی، به سمت پایین شروع به حرکت میکنه مطابق شکلی که من شکل رو انتقال دادم. اینجا کوچیک نیازی نیست. شخصی داخل این آسانسور روی ترازو ایستاده، عددی که ترازو در 2 ثانیه اول، 2 ثانیه دوم و 2 ثانیه سوم نشان میده، W1، W2 و W3. کدام یکی از گزینه های زیر صحیح هست؟ W1 بزرگتر از W2، بزرگتر از W3 و گزینه های دیگه که حالا وقتمون رو تلف نمی کنیم. بریم ببینیم این شکلی که براتون روی تخت انتقال دادم روش تمرکز کنیم ببینیم چیه. خب بچه ها، آسانسور داره میاد پایین، شتاب اول مثبت، شتاب بعدی صفره، شتاب بعدی هم منفیه. پس اول داشته تند به سمت پایین، تند شونده پایین، بعد شده سرعت ثابت، این مربوط به W1ه، این مربوط به W2ه، W3 گفته کند شونده پایین. خب یادت باشه N برابر بود با MJ به علاوه منهای A. اگه پایین میره این مثبت مال چیه؟ کند شونده پایین، تند شونده پایین. درسته بچه ها؟ مثبته چون پایین میره، من دیگه بالا رو کار ندارم، خودش گفته به سمت پایین.
چون گفته به سمت پایین، مثبت مال وقتی که کند شونده بره پایین، منفی مال وقتی که تند شونده بره پایین. حالت اول چی بود؟ تند شونده. پس این دبلیو ما در اصل به خاطر منفی کمتر از وزن میشه. بنابراین اگر من وزن و امژه بگیرم، دبلیو یک ما کمتر از وزنه، چون داره تند شونده میره پایین، جهت حرکت رو به پایینه. شتاب چون مثبته، تند شونده به سمت پایینه. بعد حالت بعدی دبلیو دو چون شتاب وجود نداره، برابر خود امژه است. چون کند شونده حالت بعدی داره میره پایین، به علاوه میشه. بنابراین دبلیو سه ما بزرگتر از وزن میشه. حالا خودتون نگاه کنید، دبلیو سه از دبلیو دو، دبلیو دو هم از دبلیو یک بیشتره. بنابراین دبلیو سه بزرگتر از دبلیو دو، بزرگتر از دبلیو یک میشه. حواسمون به این جهت حرکته باشه و الا مشکل ایجاد میشه. خب بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. گزینه 3 دقیق داره میگه W3 بزرگتر از W2 و W2 هم بزرگتر از W1. خب اینم سوال خوبی بود از آسانسور. باز یه دونه دیگه از آسانسور اینجا داریم بچه‌های عزیز. میگه شخصی به جرم 80 کیلوگرم روی ترازو در یک آسانسور ایستاده، اختلاف عددی که ترازو نشون میده در حالتی که آسانسور با شتاب 2 میره بالا تند، با حالتی که آسانسور با شتاب 3 کند بالا میره. پس تو هر دو حالت رو به بالاست، یه بار تنده با شتاب 2، یه بار کنده با شتاب 3. چند نیوتونه؟ اختلافاشونو بگیم. پس رو به بالا بود، بچه چی می نوشتیم؟ بگیم اینو چی بنویسیم؟ این میشه ام ژ علاوه منهای آ. چون بالا میره، مثبت مال وقتی که تند شونده بالا، منفی مال وقتی که کند شونده بالا. این تفاوتی که با مسئله قبل داشت، اون رو به پایین بود، این رو به بالاست. خب عدد اولمون که شتاب 2 بوده، N1مون میشه M J و علاوه 2، یعنی 10 و علاوه 2 میشه. بعدی N2مون میشه M 10 منهای 3 میشه. گفته بود رو به بالا کن میره با شتاب 3، درست شد؟ خب حالا اختلاف این دوتا رو میخواد. اون بالا چند در میاد؟ میشه 8M، این پایین میشه 7M. عذرخواهی میکنم 12M، این میشه 7M. اختلافشون رو میخواد. N1 منهای N2مون میشه 12M منهای 7M، یعنی میشه 5M. خب M هم داده بود به ما، بله 80. پس میشه 5 ضرب در 80 میشه چند؟ 400 میاد. اختلافشون 400 نیوتون باید باشه. سال خوب بود. بریم گزینه‌ها چک کنیم. بله، همونطور که می‌بینید گزینه 2 جواب صحیح ماست. سال بعدی رو با هم انجام میدیم. سال 32. در تست 32 گفته که جسمی به جرم M را با فنری با ثابت 500 نیوتون بر متر که متصل کردیم، در راستای قائم با شتاب ثابت 2 متر بر مجزور ثانیه به سمت بالا به حرکت. اگه در این حالت میزان افزایش طول فنر نسبت به حالت عادی آن، حالت عادیش یعنی طول اولیش 2 سانتی متر باشد، جرم جسم چند کیلوگرمه؟ پس به جسم یه نیروی فنر رو به بالا وارد میشه، یه امجم رو به پایین، بعد با شتاب 2 متر بر مجزور ثانیه به سمت بالا. پس اگر من بخوام شکلی براش داشته باشم، این جسم باشه، اینم فنر باشه، یه نیروی فنر، یه نیروی امجه رو به پایین. چون به سمت بالا میره با شتاب 2، چی بنویسم بچه ها؟ بنویسم F منهای MJ مساویه با MA. F که کادلتا L، منهای MJ مساویه با MA. کار 500 داده بود، بله 500، اینم 2 سانتیمتر میشه 200م تغییر طول فنر. منهای Mون نداریم، Jمون 10، Mون نداریم، شتابمون 2. خب این چند میشه بچه ها ساده بکنیم؟ میشه 10 منهای، اینم که میره اون طرف میشه چند؟ 12M. پس از اینجا Mمون میشه 10^12، یعنی 5/6 کیلوگرم. پس جرمش 5/6 کیلوگرم به کیلوگرم به دست. اگه به گرم خواسته بود ضرب در 1000،
بله خودش هم به کیلوگرم خواسته که گزینه 3 جواب صحیح ماست. و اما تست 33 میگه در شکل مقابل اندازه شتاب جسمت بر مجذوب ثانیه است، نیروی F چند نیوتن کاهش یا افزایش دهیم تا دوباره اندازه شتاب حرکت جسم 3 متر بر مجذوب ثانیه شود. خب پس میگه در شکل مقابل اندازه شتاب اون 3 متر بر مجذوب ثانیه، F رو به بالا، جرممون هم 4 کیلوگرم، نیروی F را چند نیوتن کاهش یا افزایش دهیم تا دوباره اندازه شتاب حرکت جسم 3 متر بر مجذوب ثانیه شود. خب ما بچه وقتی شتابمون 3 متر بر مجذوب ثانیه هست میخواییم دوباره 3 متر بر مجذوب ثانیه باشه، میخواییم ببینیم چه تغییری در این نیروه باید ایجاد بکنیم تا این اتفاق بیفته. خب پس من یه بار باید اینو 3 رو رو به بالا بگیرم، یه بارم 3 رو رو به پایین بگیرم، چون دوبار 3 رو به بالا که معنی نداره چون افامون یکی در میاد. توجه میکنین رو به بالا حالا میتونیم تون شونده بگیریم، به جای اینکه رو به پایین بگیم کند شونده رو به بالا، که فرقی مثل حالت قبل نداره که بگیم تون شونده داره میره پایین. پس یه بار شتاب رو 3 میگیریم با نیروی F وقتی داره رو به بالا میره، یه بارم دوباره شتاب رو 3 میگیریم ولی این دفعه رو به پایین یا کند رو به بالا، فرقی نمیکنه. پس یه بار میگم چی بچه F یکمو؟ F یکم رو میگم منهای MJ مساویه با MA. یه بار دیگه که رو به پایینه میگم MJ منهای F2 مساویه MA. شتاب هم که داریم. خب قرار میدیم F1 منهای MJ همون چند بوده بچه ها؟ MJ همون هم که 4، 4 ضرب در 10، 4 ضرب در 3. خب از اینجا F1 همون چند میشه؟ 12 تا، اینم 40 تا 52 نیوتن. حالت بعدی میشه 40 منهای F2 مساویه با 4 ضرب در 3. خب از اینجا F2 مون به دست میاد چقدر؟ 40 منهای 12 که میشه 28. حالا اختلاف F1 منهای F2 مون میشه چند بچه ها؟ 52 منهای 28. خب این خودش 22 تا 24 تا، پس اختلافش میشه 24 نیوتن. 24 نیوتن تغییر باید تو نیروی F ایجاد بشه تا شتاب تغییری نکنه، یعنی همون 3 باشه. خب بریم گزینه رو چک کنیم. بله همونطور که میبینیم در گزینه 2 ما 24 رو پیدا کردیم. بله و اما تست بعدی. خب تست 34 میگه در شکل زیر، دیگه رفتیم سراغ استکاکا، اینجا هرچی بحثای مربوط به آسانسور بود و بدون استکاک بود گذر کردیم، نه اینکه نداریم اونا رو، اونا رو هم داریم باز به شکل ها. اینجا یه تعداد از تستایی که باز درباره مقاومت در اصل شاره و استکاک جنسایی که مربوط به سطوح تماس هست رو داریم. میگه که در شکل زیر جسمی را با نیروی F به تکیهگاه به دیوار تکیه دادیم و جسم ساکن مونده، نیروی استکاک وارد بر جسم و همچنین نیروی عمودی تکیهگاه وارد بر آن به ترتیب کدام جهت رو داره؟ پس یه نیروی اینطوری وارد کردیم جسم ساکن مونده، میگه که نیروی استکاک وارد بر جسم و همچنین نیروی عمودی تکیهگاه به ترتیب به کدام جهت هست؟ بریم ببینیم نیروی عمودی تکیگا و استکاک چجور میشه. من شکلش رو براتون بکشم یه بار دیگه که شکل واضح تر نشون داده بشه. این الان دیواره، اینم جسم ما، یه نیرو اینجوری وارد کردیم افو. خب من میتونم نیرو رو به دو تا مؤلفه تجزیه کنم، یکی این میشه حالا بگیرم اف ایکس، یه دونم اینوری میشه اف ایگرک. خب یه نیرو وزنم بهش وارد میشه. وقتی ساکنه بچه ها نگاه کن، یعنی برایند نیروهای وارد بر جسم صفره. من اینو با رنگ دیگه براتون بکشم. خب یه نیروی N از طرف دیواره وارد میشه، یه نیرو هم الان دو تا نیرو رو به پایینه. حتی چرا حرکت نمی کنه؟ به خاطر که استکاک رو به بالاست، FS ما، چون ساکنه FS. خب استکاک
میشه موازی 100 رو به بالا. چیا رو باید خونسا کنه؟ این اف ایگرگ و این امجا رو. یه نیروی عمودی هم این هست که با اف ایکس برابره. یعنی عملا اگه بخوایم سکون رو در نظر بگیریم، اف ایکس ما این برابره و امج و اف ایگرگ ما هم برابره با اف ایسه. خب این نیروی عمودی که به سمت راسته و استکاک هم که رو به بالاست. چیا رو از ما خواسته بود؟ یه بار دیگه برگردیم نگاه کنیم بچه. گفته نیروی استکاک و همچنین نیروی عمودی تکیگاه. خب استکاک بالا شد، نیروی عمودی هم به سمت راست شد. بالا استکاک، راست هم که نیروی عمودی ما میشه. پس گزینه یک جواب صحیح ماست. و اما تست بعدی، تست 35، گفته وزنه 6 کیلوگرمی که بر روی سطح افقی ساکن مانده، یعنی به صفرش صفره، حرکت نداره، با این دوتا نیرو همزمان تحت تاثیر دو نیروی F1 و F2 قرار میگیرد. اندازه نیروی استکاک وارد بر وزنه چند نیوتن است؟ خب جسم حرکت نداره. چی باعث شده؟ من شکل رو چون اینجا واضح نیست، کوچیکه براتون اینجا میکشم که شما متوجه بشید. ببینید بچه ها، یه جسم ساکن با دو تا نیرو هم باز ساکن مونده. F2 مون 100 نیوتنه، F1مون هم 70 نیوتنه. ضریب استکاک مو S مون رو داده 8 دهم، مو K رو داده 6 دهم. خب درسته بچه ها؟ یه نیروی N هم که از طرف سطح وارد میشه، N. یه نیروی وزن هم که رو به پایینه، ضریبار هم داده. گفته اندازه نیروی استکاک وارد بر جسم شد. بچه برایند این نیروها میشه 30 نیوتن. خب این جسم اگه بخواد حرکت کنه، طرف F1 حرکت میکنه، طرف F2. خب معلومه F2 بیشتره اگه بخواد حرکت. ولی اول باید بر استکاک ایستای ما غلبه کنه. استکاک ایستای ما مگه حد اکثرش چنده؟ میگیم FS ماکسیموم ما حد اکثرش مو SN. این هم که با MG برابر. اول من اینو حساب کنم ببینم واقعا میتونه بر این غلبه کنه، حرکت بکنه. خب مو S اونو داده 8 دهم. جرمش هم که داده بود 6 کیلوگرم میشه 60، میشه 48. خب اینا چقدرن الان؟ براینده اینا چقدره بچه؟ 30 نیوتن. ولی باید 48 تا وارد کنیم که تازه در آستانه حرکت قرار بگیره. تازه بازم حرکت نمیکنه. اگه 48 تا براینده اینا 30 نیوتنه، خب معلومه نمیتونه بر این استکاک غلبه بکنه. پس استکاک برابر همون 30 نیوتن میشه که این وره، چون جس ساکن مونده دیگه. چون جس ساکن مونده، برایند نیروهای وارد بر جس صفر میشه. خب 70 تا این ورم، 30 تا این ور که با این 100 تا خونسا بشه. برای استکاک ما باید 30 نیوتن باشه. حواسمون باشه. اگر این عدد از 30 کمتر بود، مثلا 25 نیوتن، دیگه میدونم جس حرکت میکنه. اون موقع استکاک لغزشی رو حساب میکردم. حواست باشه. سوال خیلی قشنگیه، برای اینکه بچه ها تا میبینن مو اس میان نیروی استکاک رو حساب میکنه. 48 ممکنه تو گزینه هم حتی باشه. متوجهی؟ بریم گزینه ها رو چک کنیم. بله همونطور که بهتون گفتم، ببین 48 هم داده تو گزینه، ولی درستش 30 نیوتن گزینه 3 هست. خب باز دوباره یه تستی از مقاومت هوا 36 رو با هم میخونیم. میگه گلوله در هوا به طرف بالا پرت میشه. اگه نیروی مقاومت هوا در برابر حرکت 1 دهم وزن باشه، اندازه شتاب چقدره؟ جسم داره میره بالا. مقاومت کدوم وره؟ مقاومت رو به پایینه. وقتی داره میره بالا مخالف حرکته. MG کدوم وره؟ MG هم پایین. میخوایم ببینیم اندازه شتاب رو به بالا چند برابر G است. نگاه کنید بچه، من همینجا مینویسم، دقت کنید. پس جسم ما داره به سمت بالا حرکت میکنه، به صفر اومد. یه نیروی مقاومت هوا رو به پایین، یه MG هم رو به پایین. میخوایم ببینیم شتاب حرکت. خب قطعاً چون در اثر لختیش بالا میره، شتابمون هم رو به پایین میشه. خب حرکت رو به بالا، یه نیروی منفی MG، یه نیروی F بر جرم جسم یه شتاب میده MA. خب حالا
گفته خودش گفته بود نیروی مقاومت هوا چقدر وزن بود بچه‌ها من یه نگاهی دیگه بندازم، گفته بود 1/10 وزنه. پس این منهای وزن MW اینم گفته بود 1/10 وزن مساوی با MA. میتونستم اینا رو MJ قرار بدم اینجا MA رو بزنم، پس اینا همون MJ بچه ها، MJ MA رو بزنین پس میشه منهای J، منهای 1/10 J مساوی با A. من همه MA رو زدم، خب اینجا میشه چقدر؟ 10/10 میشه 11/10 J، این میشه شتاب ما، یعنی 1/1 J میشه 11/10 J. بریم گزینه ها رو چک کنیم. بله، گزینه 2 جواب صحیح ماست. و اما تست بعدی، سوال دیگه از بحث اصطکاک لغزشی داریم. سوال خوبیه بچه های عزیز. میگه مطابق شکل مقابل جسم 2 کیلوگرم روی سطح افقی ساکنه، نیروی افقی F وارد میشه، اگه پس از 2 ثانیه نیروی F حذف شود از ابتدای حرکت جسم تا لحظه توقف در مجموع جسم چند متر روی سطح افقی جابجا میشه؟ جرم 10 داره، مو S 3/10، مو K 2/10. اینا رو من روی تخته انتقال دادم عزیزان، شکل رو با هم نگاه میکنیم. حد اکثر جابجایی بعد از چند ثانیه گفتو 2 ثانیه نیروی F هم حذف میشه. خب Fمون چقدر بوده؟ Fمون هم داده بود 24. من یادتون باشه گفتم چون جسم ساکنه اول ببینیم این حرکت، البته خودش سوال معلومه که حرکت میکنه چون وایلا جابجایی رو نمیخواد. FS ماکس رو حساب کنید ببینیم چند در میاد، برای اینکه تمرینی از اون تست قبلی هم باشه. MS 3/10، اینم با MJ میشه 20، میشه چقدر بچه ها؟ میشه 6 نیوتن. خب معلومه که این نیرو قادره که اینو حرکت بندازه، پس چون حرکت میکنه دیگه اصطکاک لغزشی وارد میشه. شتاب حرکت رو پیدا کن. بله، شتاب حرکت میشه F منهای F K مساوی با MA. Fمون داریم 24، FKمون هم که به دست آوردیم این دفعه بعد MKN بذاریم، میشه 2/10 ضرب در 20 مساوی 2 ضرب در A. خب این میشه چقدر بچه ها؟ 4. 20 پس Aمون در میاد، میشه 4 تا کم میشه 20 به 2 میشه 10. این شتاب اولیمونه متر بر مجلس. خب 2 ثانیه بعد که از حال سکونه میتونم جابجاییشو پیدا بکنم، میشه 1/2 A/2 دلتا ایکس یک ما، میشه 1/10 ضرب در 2 میشه 4 میشه 40 میشه 20 متر. 20 متر رو قبل از اینکه نیروی F حذف بشه طی میکنه. سرعتش هم تو اون لحظه چقدره؟ V میشه A ضرب در T. دیگه از حال سکون نیست دیگه، 2 ثانیه. شتاب چند بوده؟ شتاب 10 بوده. 2 ثانیه بعد میشه 20 متر بر ثانیه. پس بچه ها یه 20 متر رو طی کرده، سرعتش هم رسیده به 20 متر بر ثانیه. حالا نیروی F حذف میشه، چه نیروی پس بهش وارد میشه؟ FK هم یه شتاب میده که یادتون باشه ما این شتاب رو اگه یادتون نره MK J داشتیم. یادم رفته آقا، اینو میشه دوباره بگید؟ بله، میگی منفی FK مساویه با MA، چون دیگه اون F حذف شده دیگه بچه ها، نیست، صفر شده. اینم که چی بود؟ منفی MK N که MJ بود مساویه با MA، MA ساده شد و نتیجهش این شتاب میشه. پس شتاب دومی ما بچه A2مون میشه منفی MK 2/10 ضرب در J که 10ه، پس آی دومیمون میشه منفی 2 متر بر مجذور ثانیه. این شتاب دومی میشه پس از اون 2 ثانیه که F ما حذف شد. حالا جا به جایش هم که یادتون باشه دلتا ایس بود، و صفر 2 به 2 تا MK J بود، یادتونه اینو؟ بله، دلتا ایکس 2 مونم پیدا کنم، و صفر مون شد 20 میشه 400، 2 تا MK J شتاب مونم که اینجا به دست آوردیم شد 2 ضرب در منفی 2 که دیگه منفیشو نمیذاریم میشه 4. بله، دلتا ایکس ما اینجا چند در میاد؟ بله، در میاد 100 متر. 100 متر هم اینجا طی میکنه. چند متر هم میبر بود؟ 20 متر هم اینجا بود. پس دلتا ایکس کل ما میشه 120 متر. بچه ها
120 متر کلن این جا به جا میشه. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم ببینیم که کدوم گزینه جواب صحیح ماست. بله عزیزان، گزینه 4 جواب صحیح ماست. بریم سراغ سال 38. خب میبینید من یه خورده عجله میکنم برای اینکه شما روش تست زدن، من چون توضیح میدم بعد زمان شما از این کمتر باشه، نمیخوایم وقت رو تلف بکنیم. جسمی با سرعت ثابت و صفر روی مسیر مستقیم و افقی در حال حرکته، یعنی در اصل لختیش داره حرکت میکنه، با شتاب ثابت ناگهان ترمز کرده و پس از مدتی میایستد. اگر جسم در آخرین ثانیه حرکت خود مسافت نیم متر را طی کند، ضریب اصطکاک جنبشی جسم با سطح افق چقدر؟ یادتون باشه گفتم شتاب حرکت، شتابی که در اثر ترمز یا اصطکاک بود، منفی مویکا ج. این مال وقتی که اصطکاک باعث توقف بشه، همون شتاب ترمزه. خب پس من اول بیام از این رابطه، بچه ها رابطه چی؟ جا به جای دلتا ایکس بود، وی به علاوه وی صفر دوم دلتا تی، جا به جای نیم ثانیه آخر رو، نیم ثانیه آخر رو اینو داده بود نیم متر، سرعت آخرمون که میشه صفر، پس سرعتمون تو نیم ثانیه آخر، سرعت اولیه‌مون تو نیم ثانیه آخر میشه چقدر؟ به صفر تقسیم بر دو. اینم که یک ثانیه، مگه نگفتید یک ثانیه آخر؟ آره. خب از این ور که پس و صفرمون میشه یک متر بر ثانیه، یعنی معلومه که در اصل چون یک ثانیه آخر بوده اینو که ضرب کردم، پس و صفرمون برابر چقدر در میاد؟ یک. حالا شتابو میتونم پیدا کنم، شتاب بود دلتا وی به دلتا تی. خب بگید دلتا وی اون بچه ها سرعت اون یک به صفر رسید، میشه یک. تو چه مدتی؟ تو یک ثانیه. پس معلومه که شتابمون یکه، البته منفی ها، چرا؟ چون کنشوند است، یک متر بر مگذرسن. حالا این شتاب رو دارم، ضریب اصطکاک از من میخواد، بود منفی موی کاجه، این شده منفی یک، منفی موی کارو ندارم، جمع که دهه، پس مویکامو میشه یک دهم، واحدم نداره، اینم میشه یک دهم. بریم گزینه ها رو چک کنیم. همونطور که میبینید گزینه یک جواب صحیح ماست. سوال قشنگی بود، هم بحث قوانین حرکت بود هم قوانین نیرو. و اما سوال 39، در این تست هم گفته در شکل مقابل وزنه با شتاب یک متر بر مگذور ثانیه به صورت تند شونده به سمت راست داره حرکت میکنه، اگه نیروی F برابر 25 نیوتن شود شتاب حرکت چقدره؟ یه بار شتاب یک تند شونده با نیروی 15، حالا نیرومون بشه 25. پس F اولمون بچه ها نگاه کنید، شکلی که بکشم F اولمون 15 بود، این جرممون هم چند داده بود بچه ها؟ 5 کیلوگرم. خب یه اصطکاک که بهش وارد میشه، افکا که نداریم، شتاب اولمون هم گفته بود بچه ها چقدر؟ یک متر بر مگذور ثانیه، اینم آ یک متر بر مگذور ثانیه تون شود. حالت بعدی گفته بود اف رو بکنیم 25، فعلا اصطکاک رو پیدا کنم، میگم اف یک منهای افکا مساوی با ام آ، F1 15، F کارو ندارم، Mمونم 5، شتابمونم 1. حالا گفته چی؟ حالا گفته نیرو رو به 25 برسونید، منهای F کا مساوی با 5، آ این دفعه چی میشه؟ خب پس من دیگه نیازی هم به اصطکاک نداشتم، چون از من که نخواسته، میام بالا رو این کم میکنم اینا رو، اصلا 25 منهای 15 میکنم میشه 10، این دوتا رو کم میکنم میرن، پس از اینجا اینا هم که کم بکنم میشه چی بچه ها؟ میشه 5 منهای در از 5 آی منهای 5 پایین منهای اینو، منهای این کردم شده، اینو منهای این کردم شد 0، اینم منهای این کردم شده 5، اینو میبرم اینور میشه 15، میشه 5 آ، آمون در میاد 3 متر بر مگذور ثانیه، شتابش میشه 3 متر بر مگذور ثانیه. نگاه کنید گزینه 3 جواب صحیح ماست. بریم سراغ سوال